به نام خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزیده. ای پوش، سلام زینی ها. توی این جلسه میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید افکت های مختلف به متنتون اضافه کنید. این افکت ها برای متن های معمولی مثل کتاب های درسی و پایان‌نامه و این چیزا زیاد استفاده نمیشه، ولی وقتی بخواید یه متن رو تولید که جلوه های گرافیکی ویژه‌ای داشته باشه، این افکت ها خیلی بهتون کمک میکنه. برای افزودن افکت به متن کافی اون متن رو انتخاب کنید و سربر هم و گروه فون این گزینه رو بزنید. این گزینه افکت، یکی از این افکت ها رو میتونید انتخاب کنید. متنتون به این حالت قرار میگیره. من متن رو بزرگ میکنم همه این متن رو که افکت هاشون مشخص باشه. شما الان برای این افکت هایی که اینجا هست میتونید خودتون یک افکت بسازید. یعنی چی؟ ببینید هر افکت از چند قسمت تشکیل شده. شما میتونید خط بیرونی اون نوشته رو خودتون تعیین کنید. خب اینجا محدودیت داره، یه چند مورد بیشتر است. شما خط بیرونی میتونید رنگش رو انتخاب کنید از اینجا، یا اگه خواستین خط بیرونی رو حذف کنید میایید اینجا و میذارید نو آوتلاین. و رنگ‌ها بیشتر میتونید از اینجا ببینید. ببین من یه دونه رنگ انتخاب می‌کنم، رنگ‌های بیشترم هست. رنگش رو انتخاب کردم. میتونید ضخامت این خط رو هم تعیین کنید، بیشتر یا کمترش کنید. مثلا میزنم 3 و علاوه بر اون شما میتونید نوع خط ها رو هم مشخص کنید. یعنی میخواین خط باشه، نقطه باشه، خط چین باشه. این رو هم میزنم گزینه 2. میبینید که اینجور اتفاق افتاد. خب ببینید با مجموعی از اینا میتونید افکت های خیلی خیلی قشنگی بسازید. حالا دوباره کلمه بعدی رو انتخاب میکنم، شادو. شما میتونید به متنتون سایه بدید. سایه اگه بخواید بیرون نوشته ها باشه از این قسمت آوتر استفاده میکنید. اگه خواستین سایه نداشته باشه میایین متن رو انتخاب میکنید میزنید رو گزینه شادو. اگه خواستین سایه درون نوشته ها باشه از قسمت اینر استفاده میکنید. اگه خواستین سایه کلا یه چیز جدا باشه بیفته رو زمین، این گزینه رو میزنید. شما تنظیمات بیشتری هم میتونید رو سایه ها انجام بدید. کافیه روی گزینه شادو آپشن بزنید. این صفحه برای شما باز میشه. ببینید قسمت برای سایه است. میگه نوع سایه رو تعیین کن، اندازش رو تعیین کن. حالا شما رنگ سایه رو هم میتونید تغییر بدید. مثلا میتونید سایه سبز داشته باشید. هر رنگی، رنگ‌های بیشتر هم داره. میتونه سایه‌تون شفاف‌تر باشه یا کدرتر باشه. هرچی کدرتر باشه نور کمتر رو میده، بیشتر مشخص میشه. اندازه سایه هم میتونه تغییر کنه. ببینید کلمه شادو رو اندازه سایه چقدر بزرگ شد. زنه بلور بودن سایه هم میتونه تغییر کنه. ببینید چقدر مح میشه. این اندازه حالا خوبه. زاویه سایه هم میتونید مشخص کنید. سایه ممکن دقیقاً نخواهید پشتش بوده، هر زاویه که خواستید میتونید اینجا تعیین کنید، در زاویه مختلف قرار بگیره. فاصله سایه از متن هم اینجا با قسمت دیستانس تعیین میشه. اینم تنظیمات بیشتر سایه. ببینید من این شادو رو ببندم. شما وقتی که رو تنظیمات بیشتر میزنید این گزینه ها براتون میاد، یعنی همه گزینه هایی که قسمت افکت داری تنظیمات بیشتری داره که اینجاست. حالا بریم تو قسمت رفلکشن. رفلکشن یعنی انعکاس آینه ای. انتخاب میکنید متنتون رو، روی رفلکشن که بزنید ببینید میتونه نداشته باشه انعکاس، میتونه انعکاس های مختلفی داشته باشه، یا میتونه از این حالت های پیش‌فرض یک رو انتخاب کنید که حالت های قشنگی خودشون تنظیم کردن گذاشتن. یا اینکه بیاین از قسمت رفلکشن آپشن وارد تنظیمات بیشتر رفلکت بشه. از اینجا مدلش رو انتخاب میکنید، شفافیتش رو از قسمت ترانسپرنسی انتخاب میکنید. با زیاد کم کردن این میونی که شفافیتش تغییر کنه. سایزش هم میتونی عوض کنی، میتونه کلن مشخص باشه یا اینکه کمتر مشخص باشه. اینجوری محو بودن یا حالت بلور بودنش از اینجا تعیین میکنی. فاصلش هم میتونی تغییر بدی، ممکن قشنگ بخوایم بچسبه یا فاصله داشته باشه. قسمت گلو یعنی اون درخشندگی متن. ببینید وقتی که اینو انتخاب میکنم برای همه اینا من میام تو همین قسمت، یعنی ای نوشته دورش سایه نوشته دورش یه حاله کشته برای افکت هاست. قسمت گلو یعنی یک حاله از رنگ دور این
نوشته شما اجازه روی هر کدوم از اینا که برم اینجا مشاهده کنم، مشاهده میکنی که این کلمه گلو داره خودش تغییر میکنه، رنگ هاش هم میتونی عوض کنی، هر رنگی که بخواین از اینجا میبینیم more glow colors، رنگ های قشنگی رو میتونی انتخاب کنی. علاوه بر رنگ کار دیگه هم میتونی انجام بدین، روی گلو آپشن رو بذارید همه این تنظیمات براتون باز بشه، دوباره بلور، دوباره سایز، دوباره فاصله یا دیستنس، دوباره ترانسپرنسی، همه اینا رو میتونید تغییر بدید. نمبر استایل، یه استایل برای عددها. ببینید چند تا عدد بنویسید اینجا. برای نمبر استایل اول اون عدد هاتون رو انتخاب میکنید، بعد روی همون افکت میزنید و حالت نمبر استایل. ببینید الان حالت دیفالت، حالت بعدیش فرقش با حالت دیفالت اینه که عدد های یک خطش زیر نداره. من میبرم روی این تغییر میکنم، مثلا توجه کنید. حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی هم مرتب نوشته میشن عددا، زیر عدد یک یه دونه خطه. بعدیش چیه؟ علاوه بر اینکه عدد یکش خط نداره، میبینید که عددا میبینی یه حالت موجی دارن، بالا و پایینن. این قشنگی میده به متن شما اگه بخواید متنتون هنری باشه. حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی این حالت عددای یک زیرش خط دارن و حالت موجدان هم داخلش هست. پس این حالت های مختلف نوشتن عدد هاست میتونید به انتخاب. لیگاتورز یا خط پیوند چیه؟ ببینید نوشتن شما میتونید قسمت هاشو به هم وصل کنید. من نروف اضافه میکنم که مشخص باشه این. این متن رو که انتخاب کنید تو قسمت افکت ها لیگاتور رو بزنید. این الان رو حالت نانه، هیچ اتصالی ندارن. استانداردش چیه؟ بعضی حروف به هم میچسبه، اینجا ببینید و آی به هم چسبه. اگه اف هم بود من الان یه اف اینجا اضافه کنم رو که اف هم میچسبه بتید. این حالت استانداردش. و حالت این حالت، این حالت فقط برای اینه که اس و تی رو به هم میچسبونه. میبینید که استی رو به هم میچسبن. و اگه خواستید مجموعی از اینا رو داشته باشین روی لیگاتور که بزنید، آل لیگاتورز که بزنید، همه این اتصالات رو ایجاد میکنه. اگه بخواید متنتون یه قسمت رو به هم چسبیده باشه میتونه از این استفاده کنید. افکت بعدی استایلیستیک ست، تنظیمات استایل. اینم برین ببین روی هر کدوم که برین یه حالت نوشته. الان این کلمات برای من حالتش یکیه. مثلا کلمه حرف جی رو من بنویسم، حرف وای رو بنویسم، انتخابش میکنم روی بعض حروف این تغییرات رو داره. ببینید حرف جی گاهی شکلی نوشته میشه، گاهی به صورت هنری، بعض وقت ساده بعض وقت هنری. از اینجا میتونی اینم تعیین کنی. این هم از افکت های مختلف متن. شما میتونید یک افکت بدین یا مجموعی از افکت ها رو به متنتون بدین. وقتی قسمت آپشن رو باز کنید ببینید یک قسمت افکت داره، یک قسمت رنگ کردن متن، تکست فیل و تکست آفلاین، یعنی میتونید رنگ متنتون رو از اینجا هم تغییر بدید. و توی این قسمت افکت ها یه فرمت سه‌بعدی هم داره، میتونید متنتون رو سه‌بعدی کنید. مثلا این کلمه نمبر استار رو میخواید سه‌بعدی کنید. بعد خیلی تنظیمات بیشتر از اون حالت هم میتونید انجام بدید. ببینید میتونید عرض و ارتفاع این رو هم تغییر بدید. حالت های مختلفیه. رنگش هم میتونید تغییر بدید. حالت های مختلفیه که میتونید برای متن های ویژه‌تون استفاده کنید. تنظیمات زیادش رو انجام بدید. و اگه خواستید برگرده به حالت پیشور رو ریسرف بزنید. اینم از آموزش افزودن افکت های مختلف به متن که باعث میشه متنتون قشنگتر بشه، جذابتر بشه، حتی از همین ویژگی میتونید لوگوهای ساده و شیکی بسازید. شما رو تا جلسه بعدی به خودم میسپارم. خدا نگهدارتون.